امروزه اشتغالزایی و خودکفایی در بخش تولید مواد غذایی یکی از اهداف اصلی محسوب می شود. برای تحقق این امر، صنایع تبدیلی و تکمیلی می تواند تاثیرگذار باشد. کارخانه فراورده های لبنی عامل مهمی در فراوری محصولات دامی است. محصولات متنوعی از جمله شیر پاستوریزه، استریلیزه، ماست، دوغ، پنیر و فراورده های دیگر در این کارخانه ها تولید می شود. ظرفیت سرمایه گذاری در بخش فراورده های لبنی زیاد است. باید کارخانه های لبنی با افزایش تنوع تولید و سازگار با انواع ذائقه ها برای توسعه این صنعت گام بردارند. بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای حیاتی جامعه، امنیت غذایی، تولید، اشتغال، صادرات و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع را دارد. سرانه سرمایه گذاری در این واحدها پایین بوده، به طوری که تولید کننده های بسیاری می توانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند. تولید گلاب سالانه یک کشور 22 هزار تن می باشد. در سالهای اخیر در حدود 60% محصول گلاب کشور به کشورهای خارجی از جمله عربستان، امارات، کویت و بلغارستان صادر می شود. بسته‌بندی بهداشتی سبزیجات موجب کاهش ضایعات و آلودگی های آن خواهد شد. هم اکنون ما متقاضی خیلی زیادی برای تولید سالاد فصل را داریم. تعداد زیاد ترمینال ضبط و فراوری پسته تر در بردسکن فعال می باشد. این واحدها ضمن فراوری محصول تولیدی شهرستان بخشی از تولید شهرستان های پسته خیز استان را هم فراوری می کنند. بعد از جمع‌آوری پسته تر از باغات که مراحل پوستگیری و خشک‌کردنش انجام میگیره، جدا میشه و خب خشک میشه و روانه بازار میشه. بعد پسته دهنبست در میاد با پسته پوک از خط فراوری پسته تر.